توی این مثال که ما از یک سویچ کتالیست 2960 اومدیم استفاده کردیم و قابلیت این رو داره بتونیم از ویلند استفاده بکنیم. توی نرم افزار پکت تریسر ما میخوایم در حقیقت یک از کاربردهای مهم ویلند رو بگیم که میاد نتورک رو به نتورک های مختلف میشکونه، به عبارت دیگه برادکست دومین رو میاد میشکونه. اگر ما ویلن استفاده نکنیم، یک بسته برادکستی یا به عبارت دیگه فریم برادکستی از پی سی زیرو بخواد ارسال بشه، به تمامی کامپیوترهایی که اینجا شما میبینید ارسال میشه، در صورتی که ما اگر از ویلن استفاده بکنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. خب اینجا من دستینیشن آی پی رو 255 255 255 255 میذارم که نشون دهنده در حقیقت یه پکت برادکست هست. سکونس نامبر رو 1 میذارم و آن شات تایم رو هم 0 میذارم. کرییت رو میزنم، میخوام ببینیم چه اتفاقی میفته. خب همطور که شما میبینید PC0 این پکت برادکستی رو تنها به ویلن سی ارسال کرد، به بقیه نتورک های شبکه کاری نداره و این جزء مزیت ویلن هست. همین کار رو ما میتونیم برای مثلا PC19 رو هم انجام بدیم. 255 255 255 255 سکونس نمبر 1 تایم رو هم 0 میذاریم. خب این پکت برادکست میبینید تنها به ویلن 20 ارسال میشه، به بقیه کامپیوترهای شبکه دیگه کاری نداره و این جزء مزیت های ویلن هست. اما برای اینکه پرفورمنس شبکه رو افزایش بدیم به راحتی میتونیم از این قابلیت استفاده بکنیم.